بله درست شد. درود به همه دوستان و عزیزان. آقای زاکربرگ نمیخواست ما امشب لایو بذاریم، عجیبه. درود درود به همه دوستان. درود بر شما، درود به همه دوستان و عزیزان. درود بر شما. یه 3-4 بار امتحان کردیم آقای زاکربرگ، گفت نمیتونی لایو بذاری، انقدر زدیم تا گفت بیا برو لایو تو بذار بچه پررو. درود بر شما، درود درود به همه دوستان. دوستان لطفا درخواست نفرستید، هنوز لایو شروع نشده. میخواید بیاید بالا چیکار کنید؟ هنوز لایو شروع نشده. درود 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 به همه دوستان. خب البته این که زاکربرگ نذاشت ما لایومون رو بذاریم زودتر، تقریبا 20 دقیقه، خوبیش به این شد که تا 1 دقیقه دیگه وارد 9 آبان میشیم. ای بابا ای بابا. خب امشب تولد شهریار ایرانه، تولد رضاشاه دوم، 9 آبان، و سعی میکنیم یک برنامه کوتاه در همین زمینه داشته باشیم. نظرتون در مورد مهدی عزیز من؟ نمیذارن که نمیذارن. هر کسی رو دیدید توی روزنامه، توی رسانه های تصویری، رسانه های دولتی، حکومتی و اینایی که اسم خودشون میذارن مستقل، لافت و شک پن کرده، تردید نکنید مهره بیش نیست، هر کی میخواد باشه باشه. بله خب امروز دوشنبه 8 آبان، البته وارد سه شنبه 9 آبان شدیم، چون 12 شب به اونور در ایران میشه بامداد سه شنبه 9 آبان، تولد شهریار ایران رضا شاه دوم. به همه دوستان عزیزان، خاندان عزیز و بزرگ ایرانساز پهلوی تبریک. امیدواریم که سال آینده تولد پادشاه رو در ایران، در میدان شهیاد و در میدانهای شهرهای بزرگ ایران و کوچیک ایران همیانان بتونیم جشن بگیریم با هم. فکر میکنم تولد 63 سالگی پادشاه باشه، اگه اشتباه نکنم تولد 63 سالگی پادشاه ایران باشه. 9 آبان بریم یک موزیک ویدیو از جاویدنام مستی بشنویم، برگردیم با چند ویدیو از داخل ایران کامتون رو شیرین کنیم. دوستان نظرتون چیه؟ فراهونی چهارا مولوی، روز میلاد رضا پهلوی. رضا پهلوی بچه مولوی، وارث تاج و تخت خسروی، انتظارمون روز شاهیت، سرفرازیمون پادشاهیت. Thank you.
میخونه، ولی خب تا بعد از فوتشون این آهنگ منتشر میشه. 9 آبان تولد شهریار ایران رضا شاه دوم، یک بار دیگه به همه دوستان، هم میهنان، وطن پرستان تبریک. بریم یه چند تا ویدیو از بچه های ارتش سری، هم میهنان در داخل ایران امروز به خاطر، یعنی روزی که گذشت، 8 به خاطر شب 9 آبان، شیرینی هایی که پخش کردن توی چند شهر رو با هم ببینیم. برگردیم، یه آیدی اینجا هست، چندین باره میگه که من دایرکت میدم، دوستان دایرکت منو نمیخونن. عزیز من، ما هیچ نوع دایرکتی از شما دریافت نکردیم، اینو یادتون باشه. اگر
اینجا به مشکل میخورید برید توی اکانت شخصی من، توی فالوورهای رستاخیز سیمرغ، توی 15 16 تاش یه دونه اکانت شخصی منه، اونجا فالو، اونجا پیام بدید، احتمالا اونجا بتونیم پیامتون رو دریافت کنیم. اگر مطلبی دارید اونجا بنویسید تا به قول معروف بهش بپردازیم. خب بریم یه چند تا ویدیو ببینیم. اول سنندج. سنندج معمولا توی اینجور مراسم سنندج حرف اول رو میزنه. اولین ویدیویی که از اینجور مناسبت ها میاد و در رستاخیز سیمرغ منتشر میشه ویدیو سنندجه. دقت کردید؟ اولی همین شما رو میگم، وطنم ایران زمین، شما رو میگم، ما اصلا پیامی از شما دریافت نکردیم دوست عزیز. اولین ویدیویی که توسط بچه های ارتش سری از داخل ایران میاد و پخش میشه در رستاخیز سیمرغ از سنندجه. سنندجی که میدونید و شهرهای اطرافش که این همه تبلیغات بد جمهوری تروریستی اسلامی و کمپوزیسیون در پیتیش در موردش میکنم، تروریست هایی مثل عبدالله معتدی و مصطفی هجری و امثال ها. بریم یه ویدیو از سنندج ببینیم و چند ویدیوی دیگه. ویدیوها برای فردا بسیار زیاده، فکر میکنم فردا ما پشت سر هم باید ویدیوها رو بذاریم، هرچند اینستاگرام اجازه نمیده بر ویدیوها بچرخه، ولی خب پخش میکنیم که دوستانم بتونن پخششون کنن. سنندج. شاه نهم آبان، شاه تولد رضا شاه دوم پهلوی سوم. لشهروند عزیزم تقاضا کنم جاوید شاه میوان منکا. جاوید شاه، جاوید رضا شاه دوم پهلوی سوم. جاوید شاه. خب ویدیوهای دیگه ای هم هست از سنندج که اینا فردا پخش میشه، چون روز تولد پادشاه اینا البته این ویدیوهایی که به خاطر شب 9 آبان شیرینیایی که پخش شده. بریم یه چند تا ویدیوی دیگه هم ببینیم. بریم ویدیو بعدی. تاسوس شاهزاده رضا پهلوی به دست باد. من همون زمان هم پچه ها بردم بالا. ای زمانتون گرم. خب بریم ویدیو بعدی. روح آبان ماه اصفهان زادروز شاهزاده رضا پهلوی. جاویدشان زادروز شاهزاده رضا پهلوی فرخنده باد. بعدی
خب ویدیوهای بیشتری از این ویدیو هم به صورت پست جداگانه همشون پخش میشه، ویدیوهای بیشتری هم فردا پخش خواهیم کرد به مدت فکر کنم فردا شب و پس فردا ویدیوهای 9 آبان رو پخش کنیم. حرکتی که درود بر شما، حرکتی که ارتش سری بچه های رستاخیز سیمرغ انجام دادن، یک کار عملی در خیابونهای ایران با جعبه شیرینی یادآوری روزهای مهم کلیدی مثل 4 آبان ماه تولد شاهنشاه آریامهر، 7 آبان روز کوروش و 9 آبان تولد شهریار ایران رضا شاه دوم. اینی که دوستان اشاره کردن میگن توی ویدیو میگن 9 آبان، برای شب 9 آبان این کار انجام شد. در 2-3 شهر ویدیوهای دیگه ای هم هست. عرض کردم متبعضیا بعد یه مقداری اون صورتایی که میاد جلوی دوربین اونا حذف بشه، یه مقداری کار داره، اونا رو هم فردا و تا شب پخش خواهیم کرد. به هر حال اولین دقایق 9 آبان ماه تولد پادشاه ایران، این هدیه کوچولویی بود از سمت میهن پرستان پادشاهی خواهان خدمت پادشاه ایران و خانواده محترم و هم میهنانم. فردا دوستان ارتش سری، نه امشب ما تحلیل سیاسی نداریم، امشب شب یعنی الان تولد پادشاه ایرانه، بهتره بپردازیم به این امر مهم و تحلیل و اتفاقات و جنگ و کشتار و بقیه اون داستانا رو بذاریم برای فردا شب، برای برنامه بعد. دوستی که پرسیده بود امشب آیا تحلیل سیاسی هست یا نه، بازی ها طبق همون روال داره میره جلو و با سرعت هم داره میره جلو. بچه های ارتش سری از همین لحظه‌ای که این صدا رو میشنوید بیایید یک حرکتی رو انجام بدید. این حرکت چیه؟ توی شهرتون الان هم شب دیگه، میشه تو روز هم میشه، هر موقعی که تونستید با یه دونه از پرچم‌های شیر خورشید تاجدارتون ما چیکار کنیم آقای قاسم؟ دوست عزیز من، شما پیامات دریافت نمیشه، من نمیدونم چرا پیامات دریافت نمیشه، احتمالاً پیام میفرستی تو باقالیا، نمیدونم. این شماره که بهت میگم رو یادداشت کن، این شماره که بهت میگم یادداشت کن، 2041-728-228-5892. توی تلگرام این شماره یه پیام به من بده، این هم حالا میخوای چیکار کنی. بچه های ارتش سری میتونید از همین الان تا فردا شب، یعنی تا فردا همین موقع ویدیوهایی رو ارسال کنید و توی اون ویدیوها پرچمای شیر خورشیدتون رو بذارید، شیر خورشید تاجدارتون رو. ببخشید من پرچمم تاج نداره، میگن کوزه‌گرد کوزه شکسته آب میخوره. حالا داستان ما ارتش سری هنوز نتونستیم ما پرچمای شیر خورشید تاجدار رو به اروپا و جاهای دیگه برسونیم که البته تو برنامه‌مون هست، حالا یه فکرایی داریم براش میکنیم. اولین پرچم شیر خورشید تاجداری که بیاد همینجا پشت سر من نصب خواهد شد. پرچمای شیر خورشید تاجدارتون رو بردارید توی خونه، توی بیرون، توی خیابون، توی جنگل، توی کوه، روی پشت بون، هر جایی که میتونید. جاویدان مصطفی، احمدپور، حسین سعیدی، محمود احمدی، کمر طهماسبی، مهدی الماسی، حامد سلحشور، میلاد سعیدیان جو، کیان پیرفلک، آرتین رحمانی، سپر مقصودی، هادی بهمنی، پویا مولایی راد، رضا شریعتی. من یه لیستی رو داشتم نگاه میکردم از جاوید نامان قیام گذشته، یعنی 1401 سر آدم سوت میکشه. حالا توی برنامه در مورد این جاوید نامان احتمالاً 1 ساعت فقط اسم خواهیم خوند، به زودی شاید 1-2 شب آینده. پرچمای شیر خورشید تاجدارتون رو بردارید رو پشت بون، تو خیابون، توی کوچه، توی جنگل، توی جاده، لب سد، هر کجایی که میدونید میشه و از نظر امنیتی براتون مشکلی پیش نمیاد، یک ویدیوی 10 ثانیه‌ای پر کنید. نه صورت ها پیدا نباشه، دوربین روی پرچم شیر خورشید تاجدارتون باشه و از طرف ارتش سری اعلام کنید اینجا مشهد، اینجا اصفهان، هر کجا شهر، کدوم شهرهای ایران که هستید،
و این پیام رو در این ویدیو اعلام کنید. اینجا مثلا مشهد، سربازان ارتش سری زادروز شهریار ایران رضا شاه دوم رو تبریک عرض میکنیم. یک ویدیو 10 ثانیه‌ای بچه های ارتش سری سراسر ایران، سراسر ایران، یک ویدیوی 30 ثانیه‌ای پر کنید. هر چه زودتر، 30 ثانیه هم نمیخواد بشه، 10 ثانیه است. اینجا اصفهان، سربازان ارتش سری زادروز شهریار ایران رضا شاه دوم رو تبریک عرض میکنید. 10 ثانیه یک ویدیو بگیرید، بفرستید سری برای رستاخیز سیمرغ، برای برگه، تا بتونیم فردا این ویدیوها رو هم در کنار ویدیوهای شیرینی ها پخش کنیم. نمیدونم چند تن از بچه های ارتش سری الان این صدا رو میشنون. امیدوارم بعد از اینکه لایف سیف شد، دوستان دیگه ای که میان میبینن حتما این کار رو انجام بدن. از همین الان میتونید 10 ثانیه ویدیو سعی کنید بیشتر تو فضای باز، جنگل، خیابون، جاده، کوچه، پشت بون، هر کوچه‌ای که میتونید تو فضای باز باشه، اسم شهرتون رو میگید، تولد پادشاه رو تبریک میگید از طرف سربازان ارتش سری. میخواییم اپوزیسیون رو یک بار دیگه، اون کلمه‌ای که همیشه میگم و الان نمیگم، کنیم. میخواییم اپوزیسیون شوکه بشه. میخواییم فضای رسانه‌ای و فضای سیاسی و اپوزیسیون سکته رو بزنن از قدرت نمایی بچه های ارتش سری. حالا اونایی که موافقید با این حرکت میتونید توی کامنتاتون با یک جاوید شاه اعلام موافقت کنید. فقط بچه های ارتش سری، اونایی که پرچم شیر خورشید تاجدار به دستشون رسیده. حالا من نمیگم پرچم شیر خورشید شیر خورشید پشت سرمه، برنامه تولد رضا شاه دومه. حالا من نمیگم، شما تو کامنت بنویسید، اب نداره. بچه های ارتش سری، ویدیوهای 10 ثانیه بیشتر هم نمیخواد. اینجا اصفهان، اینجا شیراز، اینجا مشهد، شهرتون، هر کجایی که هستید، شهرهای کوچولو رو نمیخوام اسم بنویسید، اسم استانتون رو بگید، چون نمیخوام شهرهای کوچولو اسمشون برده بشه. ما تو تمام شهر، بجز یک شهر تو تمام شهرهای ایران پرچم شیر خورشید تاجدار حضور داره، بجز یک شهر. بنابراین اسم شهرتون رو بگید، سربازان ارتش سری تولد شهریار ایران رضا شاه دوم رو تبریک عرض می نماییم و ویدیوش رو سریع بفرستید روی برگه رستاخیز، تا حالا از طریق تلگرام، واتساپ یا اینستاگرام فرق نمی کنه، ویدیوش رو بفرستید. فردا میخواییم فضای مجازی پر بشه از پیام های تبریک بچه های ارتش سری. کدوم شهر؟ هر شهری که هستید، اگر پرچم شیر خورشید تاجدار گرفتید و عضو ارتش سری هستید، شهر خودتون، استانتون. میخواییم فردا یک همچین کادوی رو به اپوزیسیون بدیم، میخواییم سپرایزشون کنیم، میخواییم ببینیم کد تنه کیه، میخواییم ببینیم اگر رابطه جای زابطه رو گرفت و عره و اوره و شمسی کوره توسط مافیا و اربابشون جمهوری اسلامی هل داده شدن و رفتن پادشاه ایران رو مصادره کردن، همین الان دور پادشاه رو حلقه زدن ان ایرانی ها، میخواییم بدونیم که بفهمن مردم داخل ایران، مخصوصا سربازان ارتش سری، چه تعدادی هستند و چگونه مقابل این اراذل اوباش خواهند ایستاد. منظورش کدوم شهر پرچم نداره؟ یه شهری هست که پرچم نداره، حالا کسی هنوز ازش پیدا نشده. حالا میگم، چرا نگم؟ سمیرم. ما فقط در شهر سمیرم پرچم شیر خورشید تاجدار نداریم. امیدوارم بچه های شهر سمیرم درخواست بدن بیان و پرچم شیر خورشید تاجدار رو بگیرن، چون سمیرم یکی از شهرهای کلیدی در قیامهای گذشته بود و بسیار بسیار هم میهنانمون، جوونامون،
توی سمیرم توسط جمهوری تروریستی اسلامی جونشون رو از دست دادن و ما فقط در سمیرم پرچم شیر خورشید تاجدار نداریم. حالا دوستان، امیدوارم بچه های سمیرم یا بچه هایی که مال متعلق به اون شهرن در شهرهای دیگه زندگی میکنن درخواست بدن هماهنگ کنیم پرچم شیر خورشید تاجدار به دستشون برسه و در سفری که میرن به شهرشون این پرچم ها رو ببرن اونجا بدن دست جوانای سمیرم. بله، در استان اصفهان، همون حوالی اصفهان. اینم چون خیلی از دوستان اصرار کردن تو کدوم شهر فقط ما پرچم نداریم، توی شهر سمیرم پرچم نداریم. هیچ وقت از رستاخیز سیمرغ و از ارتش سری دروغ نخواهید شنید، هرگز، چون ما اومدیم بر علیه دروغ بجنگیم، بر علیه تاریکی بجنگیم. وقتی میخوای بر علیه دروغ بجنگی، خودت نمیتونی دروغ بگی. اگه خودت هم بخوای دروغ بگی، تکلیفت میشه مثل اپوزیسیون، یعنی میری در جرگه همین اپوزیسیون قرار میگیری، اپوزیسیون، چون اینا صبح تا شب دارن دروغ میگن دیگه، به مردم دارن دروغ میگن. ولی ما در ارتش سری همین الان که داریم صحبت میکنیم، چند تن از دوستانی هستن که همین امروز صبح و امروز بعد از ظهر پرچمای شیر خورشید تاجدارش رو تحویل گرفتن. دیشب که توی این لایف بودن یا داشتن صحبت‌های ما رو می‌شنیدن، شاید هنوز باور نمی‌کردن. به ایران سوگن، شاید هنوز باور نمی‌کردن. اما الان میگن آقا دیشب، ما امشب پرچم شیر خورشید تاجدار تو خونمونه. بهتون بگم دوستان، به قدری ارتش سری بعد روی حساب کتاب کار میکنه، به قدری توی شیراز داری، به قدری با عشق کار میکنن این بچه ها که حساب نداره. ما تو ارتش سری باور میکنید معاون بانک داریم، جراح داریم، استاد دانشگاه داریم، پرستار تا دلت بخواد داریم، کارگر تا دلت بخواد داریم، کشاورز داریم، انواع و اقسام اقشار مختلف جامعه رو ما تو ارتش سری داریم. و خیلی جالبه وقتی که یه کاری بهشون سپرده میشه، کار اصلیشون رو تعطیل میکنن و میرن این کار ارتش سری رو انجام میدن. اونایی که توی شهرهای مختلف هستن میدونن چجوری پرچم به دستشون میرسه، و اونایی که اون پرچم ها رو اینجوری به دستتون میرسونن، خیلی هاشون کارمند بانکن، خیلی هاشون کارمند، خیلی هاشون معلمن، خیلی هاشون کشاورزن، خیلی هاشون مزرعه دارن، خیلی هاشون مغازه دارن، خیلی هاشون کارگرن. اون تایم استراحت کاریش رو میبره، اون کاری که ازش خواسته شده اون کار رو انجام میده و برمیگرده و اون پرچم به دست یکی دیگه میرسه، یکی دیگه، یکی دیگه. خیلی زیبایی، بدون اینکه کسی کسی رو بشناسه، بدون اینکه منتی کسی سر کسی بذاره، بدون اینکه آقا بالا سری باشه، بدون اینکه رئیس و معروسی باشه، بدون اینکه ادعایی نسبت به هم دیگه داشته باشی. 10 تا پرچم میره تو فلان شهر، 9 نفر دیگه از اون شهر پرچم میخوان، اون یه نفری که 10 تا دستش بوده جوری پخش میکنه بگه اون بود، به اون 10 نفرم میرسه. یک شبکه بسیار بسیار گسترده و قدرتمند ارتش سری در سراسر ایران تشکیل داده. این ایده بود که اصلا ما ارتش سری رو بر همین ایده بنا کردیم که میهن پرستان، هموطنانی که دلشون برای کشورشون میسوزه، خودشون برای پیروزی خودشون تلاش کنن، خودشون رو مسئول بدونن. من اگر امروز 20 تا پرچم دستمه یا 10 تا پرچم دستمه، موظف میدونم خودمو که این 10 تا پرچم رو باید به 10 نفر آدم دیگه برسونم و تلاش بکنیم که اون ده پرچم به 10 نفر دیگه توی اون شهر برسه، بدون اینکه کسی کسی رو بشناسه و بدون اینکه اصلا کسی کسی رو ببینه. اونایی که پرچم رو تحویل گرفتن میدونن پرچم های شیر خورشید تاجدار رو. به هر حال بچه های ارتش سری، چون امشب نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم،
بچه های ارتش سری، از همین الان پرچم هاتون رو بردارید، رو پشت بون، تو جاده، تو کو، تو کمر، تو شهر، تو پا، هر کجایی که خودتون فکر میکنید مناسبه، و از این ماسمسک های امنیتی اراذل اوباش جمهوری اسلامی اونجا نکاشتن، یک ویدیوی 10 ثانیه‌ای. اینجا بندر عباس، سربازان ارتش سری، تولد شهریار ملت ایران، تبریک عرض می نماییم. پاینده ایران جاوید شاه. 10 ثانیه ویدیو ها رو بگیرید، رو صورتاتون نگیرید، دوربین روی پرچم، حالا اگه تو فضای بازید که تو فضای باز، ولی دوربین روی پرچم بگیرید و از همین الان اونایی که میتونید ویدیوهاتون رو بگیرید ارسال کنید، آماده بشه برای پخش فردا. میخواییم فردا فضای مجازی و فضای اپوزیسیون رو اتراگین کنیم با پیام های هممیهنان در داخل ایران، بچه های ارتش سری به مناسبت تولد پادشاه ایران. یک نوع قدرت نمایی دوستان، یک نوع قدرت نماییه. اگر پیام ها کوتاه باشه دیگه نیازی به تغییر صدا نداره، اما اگه پیامتون بلند باشه دوباره باید یه سری پیام ها رو، یه سری صدا رو تغییر بدیم، به خاطر اینکه حالا امنیت بچه ها حفظ بشه. به هر حال من امروز شب فقط اومدم همین رو بگم، تولد پادشاه رو تبریک بگم، در کنار دوستان باشیم، یه آهنگی بشنویم در مورد تولد پادشاه، و این پیام رو بدم به بچه های ارتش سری که ویدیوهاتون رو آماده کنی. فردا میخواییم به قول برابچ بتره کنیم فضای مجازی رو. مهم نیست مافیای جهانی چه غلطی میکنه، مهم نیست اونا دنبال چی هن، اون داره میجنگه، این داره بازی میکنه، این داره چه غلطی میکنه، مهم اینه که من و توی ایرانی برای نجات خودمون چی کار میخواییم بکنیم، مهم اینه. اونا قدرت دارن، رسانه دارن، پول دارن، هواپیما دارن، موشک دارن، چاهای نفت در اختیارشونه. من و تو عشق داریم، عشق به کشورمون و یک عشق راستین. بچه های ارتش سری عشقشون عشق راستینه. سپاسگزارم از دوستانی که لطف میکنن به بر. برحال به کوتاه سخن، منتظر ویدیوهای بچه های ارتش سری هستیم. اونایی که میتونید در شهرتون حتما فردا یک جعبه شیرینی، یعنی امروز یک جعبه شیرینی بگیرید و این جعبه شیرینی رو ببرید توی خیابون به همشهریانتون یادآور بشید امروز 9 آبان تولد رضاشاه دومه، و یک جاوید شاه از هممیهنان بگیرید در داخل خیابون. این 3 روزی که بچه های ارتش سری و هممیهنان این حرکت رو در داخل ایران، اون 2 روزی که انجام دادن و امروز و فردا، خیلی دستاوردهای بزرگی داره که سعی میکنیم بعد از این 2-3 روز در مورد دستاوردهاش صحبت کنیم و ببینیم ما مردم خودمون با خودمون چند چندیم، ببینیم چقدر جریان رو داریم. باشه بذارید تو برگه دوم رستاخیز چک میکنم، ببینیم چند چندیم. بله حتما حتما ویدیوهایی که از داخل ایران هممیهنان شیرینی پخش میکنن حتما دست اولاشو بفرستید برای برگه رستاخیز، بفرستید توی تلگرام، واتساپ تا پخش کنیم. منتظر ویدیوهاتون هستم بچه های ارتش سری. یه ویدیوی 10 ثانیه‌ای ترجیحاً در فضای باز، رو پشت بون، تو جاده، کوه، هر کجایی که تونستید. سربازان ارتش سری اینجا قزوین، اینجا زنجان، اینجا ابهر، اینجا سرین، اینجا سردشت، اینجا مهاباد، اینجا سنندج، مخصوصاً بچه های سنندج، مخصوصاً بچه های سنندج میخوام فردا بتره کنید. میخوام حداقل 10 یا 20 یا 30 تا ویدیو از سنندج داشته باشیم، از مهاباد داشته باشیم، از تبریز، از ارومیه، از خوزستان، شهرهای مختلف استان خوزستان، چون همه تون پرچم شیر خورشید تاجدار دارید. اگر صدای منو میشنن، امیدوارم دوستانی که صدای منو میشنون، اونایی که خودتون همدیگر رو میشناسید، دوستید توی شهر و رابطه با هم دارید، یک دیگر رو خبر کنید که این ویدیو رو حتما پر کنید و بفرستید. خیلی خیلی مهمه، زمان هم داریم،
از همین الان تا فردا شب همین موقع زمان داریم که این ویدیو رو پخش کنیم. بله در تبریز هم پرچم شیر خورشید تاجدار داریم. اگر دوستانی پرچم شیر خورشید تاجدار میخواین توی دایرکت رستاخیز سیمرغ پیام بذارید، همین صفحه‌ای که داریم با هم صحبت میکنیم، تا با هم دیگه هماهنگ کنیم. همه جای ایران پرچم شیر خورشید تاجدار هست، همه جای ایران به جز سمیروم، که امیدوارم از سمیروم هم دوستانی پیدا بشن یا کسانی که به سمیروم فامیلی دارن، دوستی دارن، آشنایی دارن، پا پیش بذارن، پرچم ها رو بگیرن و ببرن بدن به بچه های سمیروم. اونجا هم فتح کنیم شیر خورشید تاجدار ایران، ارتش سری، ارتش رضا شاه همه جای ایران حضور داره. و این همون چیزیه که یادتونه قبلا چندین بار گفتم، طرف نشسته بود داشت قفل دره رو میبرید، گفتن چی کار میکنی؟ گفتنم ویالون میزنم. این همون جریانه. حالا برید حزب بزنید، برید سمینار بذارید، برید دور پادشاه حلقه بزنید، برید نمیدونم مجسمه تندیس فلان درست کنید، برید ال کنید، بل کنید، جیم بل کنید، صبح تا شب تو این رسانه ها خودتون رو پاره و پوره کنید. ارتجاع نوین سرخ و سیاه، کلاش و کلاشیون و طوله های بابا اکبر، خودتون رو پاره پاره بکنید. تو ایران جایی ندارید. باور نمی کنید؟ فردا شب با هم صحبت میکنم. پاینده ایران، جاوید شاه و بدرود دوستان.